مهمانان من در این بحث سید علیرضا محمودی رئیس مجمع ملی مردم افغانستان و همچنان آقای احمد سعیدی تحلیلگر سیاسی را از استودیوی دوم ترونیوز با خود داریم. سلام به هر دو مهمان ما در این بحث و این بحث را با آقای سعیدی آغاز میکنیم. آقای سعیدی سلام به شما، وقتتان بخیر. چرا واقعا سران حکومت وحدت ملی با توجه به این که در روز نخست تعهد سپرده بودند که موارد را که بر اساس از حکومت وحدت ملی را ایجاد کردن عملی بسازن نتوانستند عملی بسازن، دلایل عمده و مهمش شما در چی ها میبینید؟ بعد در سلام خدمت شما مهمان گرامی بیننده های شما، بدون تردید و هیچ شک وجود نداره که خرد و بزرگ مرد و زن افغانستان میدانند که ایجاد حکومت وحدت ملی برآمده از قانون اساسی و ارزش‌های ملی و قانون اساسی نیست. بحران انتخابات با تقلب فراوانی که صورت گرفت، مشکل انتخابات به بحران کشیده شد. خطر از این وجود داشت که جنگ داخلی آغاز شد. بنان با مداخله بیرونی ها در رأس جان کری وزیر خارجه امریکا خلاف ارزش‌های قانون اساسی حکومت به نام وحدت ملی ایجاد شد. در اوایل هم مردم افغانستان با مجبوریت ها و مشکلاتی که داشتن به خاطر وعده هایی که رهبران حکومت وحدت ملی داده بودند که ما البته اصلاحات در کمیسیون انتخابات به وجود می آوریم، تذکیری الکترونیکی توزیع می کنیم، لوی جرگر دایر می کنیم و تعدیل در قانون اساسی می آریم، حکومت قانون من می سازیم، امنیت می آریم. مردم افغانستان با در نظر داشت این وجه ها وعده ها گردن نهادن و این حکومت از روی مجبوریت پذیرفتن. با گذشت تقریبا دو سال بر علاوه که این وعده ها عملی نشد، امنیت ناامنی ها زیادتر شد. متاسفانه حالا دیده میشه که افغانستان مانند یک سقف که ستونش از اقوام مختلف پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، من حیث برادر اینها ستونهایند با این سقف بزرگ که نامش افغانستان است. اما عده‌ای از زمامداران یا آگاهانه یا ناگاهانه بین مردم افغانستان آتش نفاق و شقاق دامن میزنند. اما اگر سیدی چرا این سران حکومت نتونستند وعده‌ای را که به مردم داده بودند عملی بسازند؟ سوال مهم هم این است، دو سال یا نزدیک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملی گذشته ولی وعده‌ای را که سپرده بودند عملی نساختند، حتی اون وعده‌ای را که بر اساسش این حکومت را تشکیل دادند. باور می است که رهبران حکومت وحدت ملی این کفایت را نداشتند و از طرف دیگه دستای در داخل نظام به خاطری بیرون رختن معضلات افغانستان این مشکل زایی کردن. حالا اگر این کفایت به گفته شما وجود نداشت، در روز نخست چرا توافق کردن روی این موارد؟ گفته میشه که اینا تنها وعده های سر خرمن، وعده های کمپین انتخاباتی بود. میخواستم یک چیز دیگر خدمت شما که پیشتر حرفی مقطع شد عرض کنم، است که حال نفاق و شقاق بین اقوام افغانستان از طرف بعضی از زمامداران هر روز چاق شده میره. اینا باید بدانند که مردم افغانستان، اقوام افغانستان ستونی هستند که چتر افغانستان را نگاه کردند. یکی از ستون ها اگر قطع میشه چتر به پایین میفته. من بیقیده هستم که اگر زمامداران نفاق و شقاق در بین مردم افغانستان خدای ناخواسته اگر آگاهانه میکنن، بر علاوه ازی که عقلانی نیست بلکه خیلی کاری خانانه و احمقانه است. سپاسگزار هستم. آقای محمودی سلام بر شما، دید شما واقعا چی است؟ آقای سعیدی گفتن که کفایت کاری وجود نداره و در پلوش هم دستان از کار میکنه که اینا را نمیگذاره تا وعده خود را عملی بسازن. باورمندی شما واقعا چی است؟ فکر میکنین که این دستان تا این حد بزرگ است در داخل حکومت وحدت ملی افغانستان که حتی مانع میشه بر عملی شدن توافقات را که این دو رهبر در روزهای نخست انجام داده بودند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام بر شما جناب آقای سعیدی و بینندگان محترم. امو شعر معروف است میگه که خشت اول گر نهد معمار کچ، تا ثریا میرود دیوار کچ. آنچه را به نام حکومت وحدت ملی هم اکنون ما و شما داریم، متاسفانه بر اساس یک فیصله فراقانونی به وجود آمده. یعنی اساسی حکومت با فیصله ای که مسیر انتخابات به انحراف کشیده شد، در انتخابات چالش ها و مشکلات را که پیش آمد. حال دو رهبر حکومت وحدت ملی مسئولیت دارند به اساس توافقی را که امضا کردند، به اساس وعده هایی که به مردم دادند، به اساس
شعارهایی را که در دوران انتخابات برای مردم هر دو تیم داده بودن. این به این معنی نیست که اینا بار مسئولیت خود به دوش دیگر بندازن. ممکن است کسانی باشند که افغانستان یک کشوری است که 40 سال در بحران بوده، همون قدری که دوستان اندک داره ممکن است دشمنان فراوان داشته باشه. اما آقای محمودی، شما گفتین که این حکومت فراقانونی است، اما دارم این توافقنامه بسایی هم وجود داشت که این حکومت را تبدیل میکرد به حکومت قانونی حداقلش تا دو ساله، ولی دیده میشه که در این زمینم اقدام عملی و مؤثر و مثبت از جانب این حکومت صورت نگرفته، حداقل به خاطر مشروعیت خودشان چرا اینا کار انجام ندادن؟ عرض کردم اینا مسئولیتایی را که و در اون توافقنامه به عهده‌دار شده بودن و وعده‌هایی را که به مردم داده بودن هیچ کدامش تحقق ندادن. شما ببینین آنچه را که ما فعلا به بنبست مواجه شدیم، حکومت دو ساله بوده، دو سال اینا توافق کردن گفتن ما میاییم زمینه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را به وجود میاریم، لویجیگه قانون اساسی تشکیل شده و اصلاحاتی که لازم هست در قانون اساسی بیه، ولی امروز ما با توجه به چالش ها و مشکلات و تهدید هایی که برای کشور وجود داره، برای نظام وجود داره و مشکلاتی که مردم ما داره، ما تقریبا به نقطه دو سال پیش برگشتیم. یعنی هیچ دستاوردی مطابق با او فیصله ای که نداشتن ندارن. حال ای که درست است در حکومت ممکنه کسای سنگ اندازی بکنه، ممکنه مشکلات را خلق کنن، مسئولیتی در رهبری حکومت وحدت ملی است که چالش ها را از پیش روی خود حکومت بردارن. ولی دیده میشه که در این دو سال بازم تکرار میکنم که کار مثبت و بزرگ صورت نگرفته. این دلیلش در چی بوده؟ واقعا از زمان روز نخست که آغاز به کار کردن امیدواری ها در مورد کارکرد های اینا بسیار زیاد بود، ولی باز هم چرا نتونستن؟ حداقل اراده خود این دو شخص چگونه بود؟ بحث حکومت داری و حکومت کردن جدای از مسائل تئوری اینا، بحث تجربه حکومت داشتن است. مدیر در افغانستان، کشور به نام افغانستان، یک کسی لازمه که مدیریت کرده بتونه بحران افغانستان، یعنی مدیریت بحران بلد باشه، کسی که بتونه چالش ها را از پیش روی و مردم و افغانستان برداره. با تاسف آنچه را که وجود داشته در این دو سال نه تنها اراده ای نبوده، بلکه تدبیر و مدیریتی هم وجود نداشته که چنین چالش ها را از پیش روی مردم برداره. ممکنه در بعضی عرصه ها ما همش نادیده گرفته نمیتونیم، دستاورد های حکومت وحدت ملی داره، ولی در نهایت به او اهدافی را که تعیین کرده بودن برای خودشان نرسیدن. حال ما با مشکل مواجه هستیم. اینا در دو سال، این ما آخرین مهلتی به اصطلاح حکومت است، دو سالش تکمیل میشه، ما هیچ دستاوردی رای حکومت نه تذکره الکترونیکی را تانست توضیح بکنه، نه تعهدات دیگه شد و نه تنها تیم هایی را که اینا داشتن تیم ها را نگه داشتن نتانستن. امروز خودی حکومت و اعضایش تبدیل به یک تهدید و یک چالش کلان برای مردم افغانستان شده که ما شما شاهد هستیم. امروز جنجال را که امروز ما در کابل داشتیم، جنجال طالب برای ما جنجال جور نکرده، این جنجال است که کسانی که در بدنه اصلی قدرت حضور دارند، به جایی که به اصطلاح بشینن مشکلات حل کنند و برای مردم تشویش به وجود نیارن، خود عامل تشویش، عامل تهدید برای همشهریان ما و شما میشن. اما آقای سعیدی، چرا کسانی که برای حل مشکلات باید کار میکردن خودشان تا دم جزء از بحران شدن، یعنی مشکلات تازه تر را به وجود آوردن؟ حالا سهم سران این حکومت وحدت ملی را در به وجود آمدن شرایط امروزی چگونه میبینین؟ حکومت وحدت ملی یک اشتباه تاریخی و جبران ناپذیر است و جزی از مشکل در افغانستان است و بحران فزایی میکنه. رهبران حکومت وحدت ملی با مدیریت ضعیف و ناتوانی هایی که دارن جزی از مشکلات افغانستان هستند. اما امیدواری ها در روزهای نخستین بود که خب دو تیم حالا یکجا شده میتونن برنامه را به گونه مشترک عملی بسازن و دخل نتایجی که از عملی شدن این برنامه برمیآید یک بحث بسیار خوب به مردم افغانستان و در سود مردم افغانستان و به هر حالتش به منافع ملی مردم افغانستان تمام شود. مردم افغانستان مردمی خداپرست مسلمان و باور داشتند که این هر دو رهبر وعده‌هایی که میدن راست میگن، نفهمیدن که اینا دروغ میگن، فریبکار هستند. اینا نفهمیدن که اینا اون چیزی را که میگن بازوری است، فسلی است، موسومی است، نه استراتژی و نه دقیق. بنابراین مردم افغانستان با باورهای دینی که داشتن باور کردن. حال مردم افغانستان میدانند، باور دارند که بر علاوه که این رهبران به وعده های خود وفا نکردن، صداقت به ارزش های ملی و افغانی نیز ندارند. اونچه که من باور دارم، اینها با این سیاست ها
باعث ازی میشن که خانه جنگی در افغانستان آغاز شه. همین لحظه که ما صحبت میکنیم امروز از ساعت صبح تا حال مردم کابل چی حالتی دارن، در داخل شهر کابل چی وضعیت است، اگر حدی اقل اندکی ارزش‌های سیاسی و شرم سیاسی وجود داشته باشه باید زمامداران بفهمند که ما در کجای سیاست قرار داریم. ولی آقای سعیدی فراموش هم نکنیم زمانی که رئیس جمهور سخنرانی داشت این واضح ساخته بود که پارچه امتحان با مردم خواهد داد و وعده‌های خود را عملی می‌سازد و بحث‌هایی را که با مردم شریک کرده در دوران پیکارهای انتخاباتی خود را مصمم به پاسخگویی در این زمینه می‌داند. حالا که شما میگین اینا مردم فریب دادن، پس چی میگذره؟ حالا باید بچه های سنفی دوم و سوم به رهبران افغانستان پارچه امتحان بتن، نه اونا، این ثابت شده. حالا باید بچه های سنفی دوم اینا را الفبای سیاست یاد بتن. و از طرف دیگه چیزی که میخوایم من عرض کنم سریعا ببینین، همه چیز را رهبران تصاحب کردن، بین خود تقسیم کردن. من میگم دیروز نشستی داشتن. آقای سعیدی چی گونه تصاحب؟ حداقل امروز دیده میشه که خود ریاست اجرایی در تقسیم قدرت با ریاست جمهوری مشکل داره. همین گونه دیگر معاونانی که در این حکومت شریک هستند همه از انحصار قدرت در ارگ ریاست جمهوری سخن میزنن. نه تشویش نکنین، زرگری های بازار است. دیروز به یک دیگر شستن گفتن به خاطر اینکه یک تعداد مردم منتقدین راضی کنیم کابینه ای که رای اعتماد گرفته والی ها را از الف تا یا برطرف میکنیم اشخاصی نو میاریم. اینا دو سال خوردن یا بردن بس است، باز کسای دیگر میاریم اونا ما را تایید میکنن. ببینین باید اگر اینا میخوان، اگر اینا واقعا مردم افغانستان دلشان میسوزه حکومت قانونمند بسازن. قانونمند چی است؟ وعده ای که کردن به لوی جرگه هر چی عادل‌تر لوی جرگه بخواهن. اگر نمیشه من سر مردم افغانستان صدا میکنم که لوی جرگه اننبی بخواهن، لوی جرگه قانون سازی بخواهن، کشور از بنبست نجات بتن. ما به دنیا خجالت میکشیم که هم حکومتی داریم، ما شرمنده هستیم. ما به پیش مردم افغانستان من حیث سیاسی شرمنده هستیم که چرا نمیتونیم شما را از بنبست نجات بدیم. سپاسگزارم. ولی آقای محمودی بحث مشروعیت حکومت وحدت ملی را در موردش چی میخواین بگین؟ با توجه به اینکه نزدیک به یک ماه و هم کمتر مانده که دو سال از عمر حکومت وحدت ملی بگذره و حداقل این حکومت به خاطر مشروعیت بخشیدن به خودش هم کار را انجام نداده، حالا اگر از لوی جرگه یاد میشه، خب واضح است که شرایط چیگونه است و تا لوی جرگه که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده شرایط برای برگزاریش فعلا فراهم نیست. ببینین مشروعیت یک نظام و یک حکومت باید از مردم آن پرسید. طبق نظرسنجی ها و آنچه را که در جامعه ما وجود داره اکثریت مردم از این حکومت خسته شدن، ناراضی هستند. یعنی حکومت مشروعیت لازم و اقبال لازم در پیش مردمش نداره. و همونطوری هم که شما گفتین اینا نتانستن که اون مسئولیتی را گرفته بودن لوی جرگه قانونی اساسی را در این مدت دو سال زمینش آماده بسازن. پس ما عملا به یک بنبست میریم حکومت آنچه در توافق نامه آمده برای دو سال بوده که باید کارا را انجام میداده. حال آقای جان کلی یا کسانی که در مسند قدرت نشستن باورشان این است که تفسیرشان از اون موافقت نامه است که برای 5 سال است، ولی این نمیتونه توجیه برای مردم افغانستان باشه. توجیه برای کسانی که با مردم افغانستان یک جای هستند، شما میبینید که هر روز روزی گذشته قماندان ناتو واضح و روشن انتقاد کرد، ما را گفت که در این حکومت در بخش های از حکومت آدم های کاملا فاسد وجود دارند. اگر با فساد مبارزه نکنید فساد از بین نبرین، فساد شما را از بین خواهد برد. خب پیام های واضح و روشنی از داخل و از بیرون برای حکومت آمده را است که حکومت نتونست مسئولیت هایش انجام بده. شما تا این حد فشار وجود داره و مروزه به اینا رسانده میشه که چی کار باید بکنن، ولی باز هم چرا اینا اقدام نمی کنن؟ این یک سوال بسیار مهم است که خود اینا دنبال چی هستن، حداقل حالا مصروف چی هستن، چرا کار نمی کنن که به این سوالا پاسخ بدن؟ ببینید نه تنها اقدام نمی کنن، مشکلات بین خودشان هم حل نمی کنن. شما ببینید از روزی که تنش ها بین دو رئیس حکومت افزایش پیدا کرده، ما در 15 ولایت عملا جنگ داریم. دشمن هر روز مناطق بیشتر را تصرف میکنه، مشکلات هر روز بیشتر میشه، مشکلات امنیتی و این متاسفانه هر روز تاوانی را مردم میتن. ممکن است که سران حکومت رئیس هر دو ارگ و سپیدار با هم سر بعضی از پست ها توافق کنن، ولی این راه حل نیست. اینا در دو سال نشان دادن که
اراده و توان لازم برای مدیریت کشور، کشوری که در بحران است، ندارن. نه تنها ندارن، عرض کردم اینا کشور به طرف بحران بیشتر در حال سوق دادن است. ما ظرفیت های بسیار زیادی را داشتیم. حکومت وحدت ملی از دو تیم تشکیل شده بود. باید در این کشور دیگر نفاق ها، شقاق ها، فاصله های قومی، سمتی، زبانی، تباری از بین می رفت. ولی در این دو سال این مسائل و این هنجارها متاسفانه روز به روز اوج گرفت. ما فرصت های اقتصادی بسیار زیادی را برای کشور داشتیم، ولی ظرفیت ها را همش از دست دادیم. این فرصت های بل قوه تبدیل به تهدید های بالفعل شده که امروز مردم افغانستان توانی را می تند. ما هیچی نداریم بیننده جامعه. اما آقای سعیدی، دید شما چی است؟ خیلی کوتاه بگوین در چند جمله که واقعا چی باید صورت بگیره با توجه به وضعیت. خلاصه باید مردم افغانستان بدانند که رهبرانی که فامیل و فرزندانشان در خارج کشور نیسته و شهر کابل از یک گوشه به گوشه دیگر میروند، راه ها مسدود میشه. اینا چی به غمی فرزندی هستند که امروز در هلمند کشته شده؟ اینا به چی به غمی فرزندی هستند که امروز مادرش به داغش در بغلان شسته که او کشته شده؟ اینا به چی به غم مردم افغانستان است که امروز به خاک و خون میغلطه؟ بنان من صدا میکنم به سر مردم افغانستان که با همت باشین، طبق ارزش ها و معیارهای قانون اساسی هر چی عاجل تر کوشش کنین سیاسیون لوی جرگه را بخواین، حکومت را قانونمند بسازین. اگر همین آقایان را نگاه میکنین هم قانونمند بسازین، اگر نمیکنین احترامانه از اینا تقاضا کنین که دست از سر ما بردارید. به لحاظ خدا، به خاطر وطن، به خاطر مردم، از این بیشتر مردم ما را به کشتن نتین و باعث بدنمگی و سرفکندگی مردم افغانستان در سطح ملی و بین المللی نشوید. سپاسگزار هستم احمد سعیدی، تحلیلگر سیاسی، و همچنان آقای سید علیرضا محمودی، رئیس مجمع ملی مردم افغانستان. از دور شما در بحث.